صبح زندگی برنامه سنه دوامه خوش کلپس امام صادق علیه السلام می فرمایند که فرزندتان را با نام نیکو صدا بزنید چرا که در روز قیامت با نام صدا خواهد شد. ادامه برنامه را شبکه جهانی آریانا می بینید و در قسمت از برنامه هم می خواهیم روی موضوع مهم صحبت بکنیم. تأثیر نامگذاری بر شخصیت و موفقیت کودک. ای که والدین چگونه نام انتخاب بکنند که مناسب فرهنگ افغانی باشه و همچنان در قسمت افزایش اعتماد به نفس کودک تاثیر مثبت و مؤثر داشته باشه همه این موارد را میخوایم صحبت بکنیم با استاد خیلی عزیز و گرامی که با ما هستند آقای احمد فرهاد ناصری استاد باهنتون بسیار خوش آمدین استاد صبتان بخیر سلامت باشید نخست سلام احترام به شما همکاران عزیز و همچنان بیننده های عزیز تلویزیون تقدیم میکنم خدا کنه که یک خوش را آغاز کرده باشن. تشکر سلامت باشین ما هم خیلی خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در برنامه صبح و زندگی با یکی از موضوعات خیلی مهم و جالب بخواد خود داریم سلامت باشین استاد در ابتدا بر ما بگوین که والدین چطور میتونن که یک نام بسیار خوب و مناسب به فرزندایشان انتخاب بکنن تا در آینده هم فرزندایشان با شنیدن این نام احساس خوب بکنن و اعتماد به نفسشان هم افزایش پیدا بکنن سلامت باشین موضوع بسیار واقعا موضوع خوبی که انتخاب کردن خود نامگذاری یا نام یک شخصیت بالای شخصیت از اونو چی در طفولیت باشه و یا چی در بزرگی باشه تاثیرات بسیار زیاد داره هم تاثیرات منفی و هم تاثیرات مثبت داره والدین عزیز کوشش ازی را بکنند که زамоне کи бр طфл хوд б کӯدаки хوд к نоمе رо انтخоب میкунه تанهо омو طфلт زиро да наظар наداشته باша کи мо б о б اصطلоهи о бه к نоم шیринو к ноم нозиро صадо бкунیм ای طفل ما در چندین برنامه گفتیم که خود خانواده امکانات از این داره که تبدیل به یک جامعه بزرگ شود و ای طفل کسی هست که یکی از پایه های از این جامعه میشه و ای طفل زمانی که بزرگ میشه و به نام هایی که والدین در طفلیت به شکل ناز و یا به شکل از عاطفی آتفه والدین که برای از گذاشته میشن کوشش کن توجه زیرا داشته باشند ما مثال بسیار کوچکی برای شما بدیم که زمانی که زمان والدین یک نامی را از از عاطفه خود و از, از, ناز برای طفل خود انتخاب میکنن ببینین بی امین نام زمانی که طفل بزرگ میشه امین نام با پسوان یا پیشوند ماما و کاکا و عمه و خاله چطوری پیوست میشه بسیاری نام هایی هستند که واقعا با او پسوند ها یا پیشوند های احترامی یا پیوندی بر از اونا پیوست نمیشه که <applause> کسی را وقت زمانی که بزرگ میشه یا کاکا فلانی یا ماما فلانی یا یک رقم عجیب و غریب یا سبک یا یک امو به اصطلاح شاعری امو وزن و قیافه را بر خود پیدا نمیکنم <applause> بنان برای والدین محترم لازم و ضروری است زمانی که برای طفل خود نامگذاری می کنند نام های باشند کوشش کنند که نام های اسلامی باشه نام های باشند که با پسوند و پیشوند محمد احمد الله نام های باشند اینا در شخصیت طفل از اینا بسیار تاثیرگذار هستند بسیار خوب استاد زمانی که والدین نام مناسب را با کودکشان انتخاب نمی کنند در آینده به کودکشان چی مشکلات ایجاد خواهد شد؟ خب این زمانی که نام مناسب یک طفل نداشته باشه فرض کنید که یک شخصیت خود طفل گفتیم بزرگ میشه و یک شخصیت ده. میشه وقتی که بزرگ میشه مکتب میره و پانتون میره و بالاخره اینا صاحب یک منصب میشه در جامعه اگر نام شایسته یا نام مناسب یا نام خوبی را از اول چون اولین عموم معلمین یا اساتید یک طفل والده نشان است که در خانواده اونا را تربیه میکنند و نامگذاری بالای از اونا میکنند اگر این شخص نام مناسب نداشته باشه بدون شک ما در یکی از نهادها کار میکنیم و زمانی که وقت راجستر میشه اکثر کسایی که من نام های والدینشان از خودشان مناسب ولی نام های چون مردم های قدیم بودن نام را بر از اونا انتخاب شده که زمانی که خود فرزندش می و می که ولد یا بنت ما فلانی سختگی سکتگی پیدا میکنه پس کوشش بری باشه که در آینده اگر اینا در جای نام از اینا یاد میشه باید سکتگی وارد نکنم ما پیشتر مثال دادم ما بسیار نام های خوبی را داریم بح. نام های پیغمبر ها را داریم بگذارین سر اطفالتان نام های بسیار خوب دیگه ما داریم که از کتاب های اسلامی و دینی کشیده شده بالا اطفال مانده شده ای که ما به طور مثال پشت نام, پشت نام های هنرپیش های هند میریم پشت نام های هنرپیش های امریکایی میریم یا پشت فوتبالستان میریم یا پشت بازیکنانی از اونها میریم بچه ازی چی بهتر است که ما نام یک طفل خدا بگذاریم محمد بسیار عالی استاد فهمیدن نام و معنای نام تا چه اندازه میتونه مهم باشه زمانی که والدین یک نام را انتخاب میکنن گاه اوقات پشت معنا و مفهومش نمیگردن که همین نام را که ما به کودک خود انتخاب کردیم معنایش چی هست و کلا چی معنا خواهد داد و زمانی که این نام بالایش کودک گذاشته میشه در آینده هم زمانی که به معنایش کودک پی میبره واقعا حس ناراحتی برش ایجاد میشه در ابتدا تا چه اندازه مهم و ضروری است که والدین در قسمت معنا و مفهوم نام توجه داشته باشند خب یک مشکلی هست که زمانی که والدین از مفهوم یا معنای نام کودکشان که بالای از اونا میگذارن نمیفهمن بسیاری خانواده های ما که در اونجا موسط تحصیلی یا سواد بسیار کم هستند که اونا مشنون از کسی دیگه که بچه فلانی فلانه نامدار داره بیا که ما سر بچی خود با نمینام باهم. یک اصلی است دومی که اگر اینا نام گذاری میکنن و والدین آگاه باشن مهمی نیست که اگر واقعا اینا سواد دارن یا ندارن یا اینا مطالعه کردن میتونن یا نمیتونن حد یقلا میتونه که اینا دباره نام فرزندش که بالای از اینا چی دختر باشه چی بچه باشه میگذارن حد یک پرسان بکنه که ما فلان نامه برای بچه خود یا برای دختر خود انتخاب کردیم چطور است؟ اگر اینا واقعا ما ببینیم مثال زنده برای بینده های عزیز <تصفح> یک نام انتخاب بکنن یک نامه که با اون نام چندین نفر دیگه هم باشن اکثر جای ببینه که خصوصیات از اینا با هم سر میخوره. امی یعنی ای تاثیرگذاری نام بالای اطفال هستند اگر اینا خودشان امو مفکوره یا ذهنیت یا سیوات یا آگاهی از مانا و از تعبیر نام ندارند بهتر هستند که بپرسند که من نامی را برای اولاد خود انتخاب کردیم این نام چی مانا داره و آیا شایسته از است یا نیست در اون صورت میتونه که یک نام خوبی را انتخاب با مشوری از آی فامیل ولی ما یک اصل بسیار خراب دیگه هم در خانواده ها داریم زمانی که یک تفل در خانواده تولد میشه یک لیست نام ها برش جور میشه بله بله برادر میگه فلان نام خواهر میگه فلان نام ماما میگه فلان نام ولی این بیشتر ما در صحبت های اول ما گفتم که اینا یک عاطفه است <تصفح> یک ناز است که برای ازو طفل دارن ولی بهتری است که عاطفه و ناز یک طرف باشه بهتری است که امی طفل زمانی که جوان میشه ایا پسون های ارتباطی پسوان های مسلکی پسون اجتماعی با این نام پیوست میشه یا نمیشه این بهترین بهترین انگیزه است که والدین در نظر داشته باشه و نامگذاری بکنن بسیار خوب استاد گاه اوقات ما متوجه میشیم که در یک خانواده والدین چندین نام را به کودکشان انتخاب میکنن گاه اوقات کودک در خانه به یک نام صدا زده میشه و در بیرون در مکتب یا هم جاهای رسمی به نام دیگه صدا میشه و بعضا هم والدین نام خانگی کودک برش انتخاب میکنن و گاه حلقات هم نام تذکره ای برش انتخاب میکنن گذاشتن دو یا چندین نام به کودک آیا مناسب هست یا خوب است که فقط یک نام بالش گذاشته شود ببین اکثر وقت خود از کودکم کودک زمانی که در کودکی باشه یا جوان باشه با نام های مختلف خود گیچ میشه و یه چیزای مثال های زنده است که ما روزمره با یا روبرو میشم کسی آمد به جای نفر دیگه و یک نامی را گفت که فلانی اینی کار میکنه زمانی که ما تذکر را دیدیم که فلانی نبود کسی دیگه بود آها نامش متفاوت بود گفتیم که چرا گفت ما با خانواده ایره با می نام میشناسیم بین دو نام و اگر هر دو نام در جامعه و در خانواده مشهور باشه و به با اون نام صدا میشه مشکلات امنیتی را به بار میره مشکلات رسمی را به بار میره و مشکلات خانوادگی را هم به بار میره برشان بهتری است که شخص یک شخص است و با یک نام و با یک تخلص اگر یاد شوه امه. تخلص اکثر و خانوادگی باشه ما تخلص را میبینیم اصلا در خارج یا بیرون از افغانستان زمانی که یک تخلص گذاشته میشه در تسکیریش درج میشه در افغانستان خوب نیست چون خودش یک نام است یک شخصیت است اح. مثال زنده ما احمد فرهاد ناصری ولی ما را در جامعه ما به نام ناصری مشهور است. بله. این بسیار تاثیرگذار است بالا اکثر وقت برای کسایی که ما نوشته میکنیم که احمد فرهاد میگه کی هستی چون با نام ناصری آشنا سلامت بهتر است که امرای نام خانوادگی نام شخصی یک شخص نام خانوادگیش هم پیوسته باشه و با یاد شده. یک جان تشکر استاد محترم از حضور شما در برنامه صبح زندگی از ای که مورد بسیار مهم و اساسی را همراه ما و بیننده عزیز شریک کردین وقت خوش داشته باشید تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین